در روسیه مسجدی که بزرگترین مسجد اروپا توصیف می شود نزدیک شهر گروزنی پایتخت جمهوری خودمختار چچن افتتاح شد. در مورد نام این مسجد دو نام مختلف گزارش شده: فخر المسلمین و خاتم المرسلین. هر دو اینها لقب پیامبر اسلامند. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد فرهمند. شاید اردوغان از این مسجد ناخرسند باشد. هنوز 4 ماه نشده که او مسجدی را در استانبول به عنوان بزرگترین مسجد اروپا افتتاح کرد. حالا این مسجد رقیبش شده. گرچه از مسجد چاملجا یا سروستان استانبول کوچکتر است، اما شمار نمازگزارانی که در خود جای می‌دهد بیشتر است. 20,000 نفر در شبستان اصلی و 10,000 نفر در شبستانهای جنبی. در محوطه هم تا 70,000 نفر می توانند نماز بخوانند. البته شهر شالی که این مسجد در آن ساخته شده بیش از 50,000 نفر جمعیت ندارد. مسجد با حضور شخصیت‌های خارجی به ویژه هیئت‌هایی از روحانیون سعودی و حاشیه خلیج فارس افتتاح شد. پادشاه و ولیعهد سعودی هم 2 تکه از پرده خانه کعبه را به مسجد هدیه دادند. مسجد با پیام یک نامسلمان افتتاح شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دست رمضان قدیروف رئیس جمهور جنجالی چچن و در زادروز پدر مقتولش. به همه کسانی که در افتتاحیه مسجد مقدس ما گرد آمده اید خوش آمد میگویم. مسجدی که به نام عزیزترین فرد نزد ما نامگذاری شده و زیبایی و طراحی خیره کننده ای دارد. دعا میکنم این مسجد به اتحاد مسلمین کمک کند تا همه ما در بهشت جاودان زیر چتران که نزد خدا عزیزترین است جمع شویم. میان بندگان صالح خدا و در کنار پدرم حاج احمد که ملت چچن را نجات داد و شهیدانی که در همراهی با او جان دادند. در سالهایی که این مسجد ساخته می شد گمان می رفت قرار است نام پدر رمضان قدیروف را برام بگذارند، کسی که فتوای جهاد علیه روسیه داد اما بعداً به روس‌ها پیوست و بعدتر هم جان بر سر این تغییر موضع داد. اما خودش و پسرش 20 سالی است که بر چچن حاکمند. اللهم صل علی سیدنا. ولادیمیر پوتین دست رمضان قدیروف را باز گذاشته تا هر طور دلش می‌خواهد بر چچن حکومت کند. او هم در عوض پاسدار مرزهای جنوبی روسیه در برابر جنبش‌های جهادی است. با نشان دادن چهره‌ای حامی اسلام و مسلمین و بانی مساجد بزرگ و پرزرق و برق. مرتضی فرهمند، BBC.